خب ما اینجا بریم آیکون هم ببینیم آیکون چی هست. این آیکون هایی که برای در واقع بوت استرپ فور میگه استفاده میکنه، میگه گریف آیکون داره، میگه در واقع بوت استرپ در واقع فور میگه لایبرری برای آیکون ها نداره. تو گریف آیکون ها بوده برای بوت استرپ تیری. خب اینا رو ببندم. این گریف آیکون ها هستش اینجا. میگه اگه میخواید استفاده کنید بیاید برید CSS این رو در واقع دانلود بکنید و قرارش بدید. حالا من دیگه کارش ندارم. میگه اگه میخواید گریف آیکون ها رو استفاده بکنید یا آیکون ها رو استفاده بکنید، فونت آسم اینا خودش گذاشته میبینید، پس کلود و اینها، میگه از اینها استفاده کنید. اینم واسه آیکون ها بود که اینجاست. فلکس رو که گفتم، یه یوتیلیتی هم همین چیزایی که داشتم میگفتم، border مثلا میتونید دوره اینا رو ببندم و سیکشن ها رو این دیوار اینجا برداریم و اینجا حالا فرض کنیم یه سیکشن دارید اینجا و مثلا یه دوره می داخلش بندازیم و یه کلاس بذاریم مثلا به نام بیجی ساکسس، مثلا این مقدار داره به نام بوردر، آلت اف 2 بزنید یا دورش بوردر بنویسید. بوردر رو انداخته، نمیدونم حالا میبینید یا نه. مثلا بوردر رو بیاید قرار بدید، بوردر مثلا صفر که میکنید این مقدار اول این بوردر اینجاست، بوردر صفر که میکنید بوردر رو برمیداره، بوردر تاپ صفر تاپش رو صفر میکنه، مثلا این موارد به این شکل بیاد قرار بدید. شما بیاید به این شکل این رو قرارش مثلا بوردر خودتون بندازید بوردر، یعنی کلاس بوردر رو خیلی استفاده کنید. بورده اینجا نهایتا خودتون اگه بخواید قرار بدید، مثلا بگو 2 پیکسل این ست مثلا بلک، اما نظر خودش آدم بورده بندازه بهتر. مثلا از این یوتیلیتی هایی که اینجا هستش میتونید استفاده بکنید، مثلا رنگش رو عوض بکنید، بورده پرایمری اینا هستش. ریدیوس راندد در واقع راندد الجی تاپ، فقط تاپ ها رو بیاد بوردر بده، رایت فلان راندد در واقع سیرکل بیاد این رو به صورت دایره بکنه، یعنی میتونید ازش استفاده بکنید. اینه یوتیلیتی هست دیگه. من اینا رو ترجیح میدم خودم بنویسم اگر بخوام پیاده بکنم، یعنی بیاد بگی راندد مثلا مقدار سیرکل، آلت اف 2 رو بزنید و بیاد براتون میبینید دایره، دایره که نمیشه، میشه بیز شکل، چون اطلاعات مربعی شکل نیست. دیگه بحث فلوت کلیر فیکس داریم. کلیر فیکس رو توی طراحی ها برای ما مهم میشه. کلیر فیکس همون بوس کلیر، من نمیدونم تو سی اس اس بوس کلیر رو گفتم، کلیر بوس رو گفتم، کلیر بوس. ناگهان وقتی مثلا شما میایید اینجا این رو این نیوز مثلا، خب یه دونه سکشن دارید مثلا به نام، من اینجا مثلا میذارم میک نیوز، خب و این رو هم میبندم. این میکه نیوز میخواید بعد از این مثلا یه سیکشن درست بکنید اسلایدر توش باشه، میاد اینجا برمیگرد میگه مثلا میکه اسلایدر، این میکه اسلایدر و میاد اینجا مثلا سیکشن رو قرار میدید، مثلا کلاس اسلایدر هم براش قرار میدید. خب نداره دیگه، اینجا باید قرارش بدید مثلا سیکشن کلاس مثلا رو و ام در واقع صفر و یه سیکشن مثلا کلاس کل مثلا 6 و آفست 3 یه پی یه لورم و اینجا مثلا یه بی جی اینفو هم قرار بدید. خب اینا ممکنه با هم دیگه تداخل پیدا بکنن و میکنن بعضی وقتا. خب من این رو اینجا گفتم که بدونید به چه صورت هست. ممکن هستش مثلا این بیا تو این قاطی بشه تو حالتی که مثلا دارید پیاده میکنید. میگم بین اینها رو اصطلاحا کلیر فیکسشون بکنید. یه کلیر بوس دستوری داریم به نام بوس کلیر، خب از دو طرف کلیر بشه، یعنی احیانا اگه یه دونهشون فلوت رایت داشت یا فلوت لفت داشتش که یه دفعه شما بیاید برید کنارش قرار بگیرید، این رو از بین ببره. نامیم اینجا بین دو تا سیکشن از سیکشن در واقع سیکشن قرار میدیم به نام کلیر، در واقع کلاس میذاریم به نام کلیر فیکس. کلیر فیکس چیه؟ همون
کلیر فیکس رو اگه آلت F2 بزنیم اینجا، اگر بیاد تو این قسمت و کلیر فیکس رو روش قرار بدید، میاد چیکار میکنه؟ اگر اینجا باشه کلیر فیکس کلاسش، میاد از دو طرف اصطلاحا جارو میکنه. نمیدونم اینجا گذاشته چه، اینا کلیر فیکس. خب در واقع دیسپلیش رو میبینی کلیر کرده بوس، از دو طرف داره میگه این کلیر باشه، یعنی نه فلوت رایت داشته باشه نه فلوت لفت، که بخواد یه دفعه این میاد از این ور بره کنار این بشینه، از اون ور بیاد کنار این بشینه. به این صورت میاد جارو میکنه، اصطلاحا ما میگیم جارو میکنه بینشون. کاربرد بالاخره باید بین دوتا میخواید سکشناتون رو طراحی بکنید. اگر میدونید دیسپلیاتون بلاکن و در واقع با هم دیگه تداخل پیدا نخواهند کرد، میتونید از کلیر فیکس استفاده نکنید. ولی اگر یه دفعه حس می‌زنید ممکنه مثلا قبلا جایی رو اومدید فلوت رایت گوشه لفت گوشه، حتما می کلیر فیکس بکنید که به زیرش رو جارو بکنید، نذارید اتفاق بیفته. خب دیگه بحثای فلوت دیگه، خودتون فلوت ها رو میدونید چه جوری مثلا فلوت بزنید، به طور مثلا جابجاش بخواید بکنید، زیاد سخت نیست. میتونید از مقادیر اینجا مثلا استفاده بکنید و فلوت رایت و لفت رو بزنید و اصطلاحا چیکار بکنید؟ جابجاش بکنید، سخت نیستش دیگه. سنتر الاین و ویتس و حالا ویت مثلا، خب اینا رو نگفتم بس بگم. بیایم اینجا مثلا یه سکشن دارید شما، اگر بگید وی منظور وی 25 یعنی 25 درصد، بیایید اینجا میبینید اینقدر شد. اگر بیاید و بگید مثلا وی 50 درصد، بعدش وی مثلا 75 میشه 75 درصد، 100 درصد میشه دیگه 100 درصد، یه چیز سختی نیستش. این دستوراتش اینجا وجود داره و هی تمامی تو خودتون امتحان میکنید، یه سخت نیست. این هم که مارجین هاست که همه رو گفتم به تو مارجین ها و پدینگ ها هم مثلا پدینگ باتم و اینا همه رو دونه دونه گفتم، قشنگ میدونید به چه صورته. اینا گفته شده و شادو اینا هم داره، حالا میتونید استفاده بکنید. مثلا شادو نان شادو رو از بین میبره، پدینگ 4 یعنی پدینگ 4 اندازه حالا اون سایز 4ی که داره همه اطرافش پدینگ داره، ام بی در واقع باتم مارجین باتم و بی جی لایت دیگه میشه ایشون، این شادو هم نده. حالا اگه شادو اس ام بدید یه شادو مثلا به این شکل هستش، اگه شادو در واقع معمولی بدید یه مقدار درشت‌تره، شادو اگه لارج بدید به این شکل میشه. خودت من میگم اینا رو بده، از این کلاس استفاده نکن دیگه. اینها ویزیبیلیتی اینا زیاد برام چیز نیست. پوزیشن ها اینا رو تو خود چیز استفاده میکنیم، از تو خود منو استفاده میکنیم. مثلا فیکس تاپ دارید، فیکس باتم دارید، میتونید ازش استفاده بکنید. فیکس باتم دارید و فیکس تاپ، حالا اگه فیکس تاپش بکنیم میچسبه بالا، فیکس باتمش بکنیم میچسبه پایین. این کلوزه آیکونه، این کلوزه کالراست که گفته شده، بکگراندست که گفته شده، فونتاست که گفته شده میتونید بخونید، گفتم همین هست. یه دیسپلی هم که اینجا هستش، حالا فلکس و اینا هم که در موردش صحبت کردیم، که حالا من میام توی نوار در مورد فلکس باز بیشتر صحبت کنم.